به نام خدا با سلام با بخش اول از فصل چهارم ریاضی هفتم با مبحث روابط بین پاره ها در خدمتتون هستم در ریاضیات برای نامگذاری شکل ها از حروف انگلیسی استفاده میکنیم در هر مثلث مجموع اندازه های دو از اندازه زل سوم بیشتره اگر این نقطه روی یک خط در نظر بگیریم تعداد پاره خط ها از رابطه n در n منهای یک تقسیم بر دو به دست میاد. اگر روی یک خط راست n تا نقطه در نظر بگیریم تعداد نیم خط ها برابر دو n میشه. بریم سراغ حل تمرین های بخش اول از فصل چهارم ریاضی هفتم. سال گفته در شکل مقابل نام خط ها، نیم خط ها و پاره خط ها رو بنویسید. خب خط ها به ترتیب عبارتند از خط وای تی یه خطه پس وای تی یه خطه همینطور خط ام زد به اینها دقت کنید ام هم یه خطه خب حالا نیم خط ها رو میخوایم بنویسیم نیم خط ها نیم خط ها مثل آ ایکس یه سر بسته دارن مثل بی ایکس مثل سی ایکس نیم خط بعدی که اینجا وجود داره مثل DZ DM نیم خط دیگه ای که میتونیم بنویسیم مثل CY مثل DT مثل CT خب پاره خط ها به چه صورتن هستن؟ ها مثل پاره خط آبی مثل پاره خط C. مثل پاره خط بی دی مثل پاره خط بی سی و پاره خط سی دی پس برای خط ها دو سر رو دقت کنید برای نیم خط یک سر بسته داره برای پاره خط دو سر بسته داره سال بعدی گفته اگر پاره خطی رو به چهار قسمت تقسیم کنیم چند پاره خط به وجود میاد خب ما یه پاره خط رو در نظر میگیریم پاره خط A B میایم اون رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم خب حالا میخوایم ببینیم که چند تا پاره خط به وجود میاد ببینید چند تا نقطه روی پارخط آبی وجود داره یک دو سه چهار پنج خب پنج تا نقطه وجود داره تعداد پاره هایی که میتونیم به دست بیاریم میشه پنج زب داره چهار تقسیم بره دو پس میشه n در n منهای یک تقسیم بره دو پنج چهار تا بیستا تقسیم بره دو میشه ده تا پس ده تا پار خط به وجود میاد فرمولی که میتونید استفاده بکنید n در n منهای یک تقسیم بره دو تعداد نقطه ها زب در یکی کمتر تقسیم بره دو سال بعدی گفته با رسم شکل های مناسب به سال های زیر پاسخ بدید از یک نقطه چند خط میگذره؟ ببینید از یک نقطه بی شمار خط میتونه بگذره ما این نقطه رو در نظر میگیریم بی خط میتونه از یک نقطه بگذره از یک نقطه چند خط راست میگذره ببینید در اینجا خط های شکسته هم میتونستن از این عبور بکنن در اینجا گفته خط راست میگذره خب برای خط راست هم به همین صورته ببینید بیشمار شمار خط راست ما میتونیم عبور بدیم از دو نقطه چند خط میگذره خب اگر دو تا نقطه داشته باشیم مثلا نقطه آبی رو داشته باشیم اگر بخوایم خط راست ازشون عبور بدیم فقط یه خط راست ازشون عبور میکنه ببینید فقط یه خط راست ازش عبور میکنه ولی اگر بخوایم خط غیر راست رسم بکنیم مثل این مثل این پس بی شمار خط غیر راست ازش میگذره پس بی شمار خط غیر راست و فقط یک خط راست سوال بعدی گفته در شکل زیر مقدار آسی دو سانتی متر مقدار عادی یعنی از اینجا 6 سانتی متر مقدار دی ای 3 سانتی متر و ای بی یک سانتی با نوشتن رابطه های جبری طول پاره های سی و دی و سی رو به دست بیارید خب پاره خط سی در واقع پاره خط عادی رو دقت کنید پاره خط سی رو میخوایم به دست بیاریم اندازش رو اگه ما پاره خط عادی رو منهای پاره خط آسی بکنیم میتونیم پاره خط CD رو بفهمیم پاره خط AD مقدارش 6 پاره خط AC مقدارش 2 اینها رو از هم کم میکنیم میشه چهار. خب پاره خط دیگه ای که ازمون خواسته مقدار CE هستش خب پاره خط CE ای این رو چطور به دست بیاریم برای پاره خط CE اگر ما بیایم پاره خط CD رو با دی ای جمع بکنیم همون سی ای به دست میاد پس پاره خط سی دی رو اگر بیایم با پاره خط دی ای جمع بکنیم مقدار سی به دست میاد ببینید سی میشه سی به اضافه دی ای دی رو قبلش به دست آوردیم چهار دی ای رو هم به دست آوردیم سه با هم جمع بکنیم مقدار سی ای میشه هفت سوال گفته در شکل زیر پار خط AC برابر دوه، پار خط CD X به اضافه دو پار خط DB چهار به اضافه X و پار خط AB مقدارش 16 گفته که مقدار X رو به دست بیارید